ماجرای مناظره حسن روحانی با مسعود رجوی، سایت سرکرده پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ششم تیر 92. شیخ حسن فریدون روحانی، 21 فروردین 1359، کانون فرهنگی ابوذر تهران. بنده آماده مناظره هستم با مسعود رجوی در هر زمان و در هر مکان، به خصوص در مناظره تلویزیونی. به دلیل اینکه این مسائل 15 گانه مسائلی است که باید برای ملتمان واضح و روشن گردد، فقط با مسعود رجوی حاضرم، نه با کسی دیگر. در پی اعلام ریاست جمهوری آخوند روحانی، باندهای رقیب از جمله سبزوار رضایی، سرکرده پیشین سپاه پاسداران و دبیر فعلی مصلحت نظام آخوندی که خود از رقبای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ارتجاع بود، درخواست مناظره روحانی از مسعود رجوی در سال 59 را که از سوی مجاهدین وقعی به آن گذاشته نشده بود، به رخ رئیس جمهور جدید رژیم کشیدند. ترهات آخوند روحانی در آن زمان مضحک و شایان جواب از سوی مجاهدین نبود. از این رو مجاهدین به رتب و یابسهای او که در منتهای بیسوادی مجاهدین را مارکسیست اسلامی میخواند، پاسخی ندادند. سایت سرکرده پیشین سپاه در این باره در ششم تیر ماه به نوشته خودش به بازخوانی مناظره حسن روحانی با مسعود رجوی پرداخت. به قسمت‌هایی از آنچه سایت سرکرده سابق سپاه در این باره منتشر کرده است توجه کنید. بازخوانی مناظره حسن روحانی با مسعود رجوی، سرکرده سازمان منافقین، در حالی که این روزها دکتر روحانی سمت رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دوش می کشد، خالی از لطف نیست. به گزارش پارسینه، در ادامه بخش‌هایی از مناظره دکتر حسن روحانی با مجاهدین خلق مسعود رجوی را که در تاریخ 21 فروردین 59 در کانون فرهنگی ابوذر تهران انجام گرفته است می‌خوانید. روحانی: بسیار بجا بود که در پی دعوت برادران و خواهران کانون فرهنگی و ورزشی ابوذر از طرف آقایان مجاهدین خلق که هم مدعی دموکراسی هستند و هم ادعای علم و هم ادعای اسلام دارند، در این مناظره شرکت فرمودند. دعوایی هم نبود، نزاعی هم نبود، برادرانه و با کمال ادب و احترام اشکالاتی در ذهن ما بود طرح می کردیم، آنها هم جواب می دادند، یا آنها طرح می کردند ما جواب می دادیم، و من حیث المجموع واقعیت ها و حقیقت ها برای مردم بیشتر روشن می شد. در ضمن همین هفته‌ای که رو به اتمام است، چند گروه اسلامی دیگر با من تماس گرفتند که ما می‌خواهیم مناظره ای را ترتیب بدهیم. شما حاضرید با سازمان مجاهدین مناظره ای را ترتیب بدهید؟ گفتم فقط با مسعود رجوی حاضرم، نه با کسی دیگر. دلیلش را هم عرض می‌کنم. دلیلش هم این است که در ضمن بحث امروز، استناد ما در بحث به نوشته‌هایی است که معمولاً مال مسعود است و خوب از شخص ایشان در مناظره حاضر شود و به سوالاتی که در ذهن ما هست پاسخگو باشد. بنده در اینجا اعلام می کنم و بعد هم ممکن است از طریق رسانه‌های گروهی این را اعلام کنیم که من حاضرم در هر زمان و در هر مکان، حتی در مناظره تلویزیونی، با مسعود رجوی در چند موضوع بحث کنم. 1. شناخت از دیدگاه مارکسیسم و از دیدگاه اسلام. 2. فلسفه تاریخ از دیدگاه مارکسیسم و از دیدگاه اسلام، و البته در همه اینها اگر نظریه خاصی دارند باید در آن نظریه خاص بحث شود. 3.
اقتصاد از دیدگاه مارکسیسم و از دیدگاه اسلام و نظریاتی که مجاهدین خلق دارند. 4. تحریف آیات قرآن توسط سازمان مجاهدین خلق و مخصوصاً خود مسعود رجوی. 5. مسئله خط سازش با غرب و شرق و شعار ملت و خلق به پاخواسته ما که فریاد دیروز و امروزشان این است، نه شرقی نه غربی. 6. موازین سازمان مجاهدین در طول بیش از یک سال از پیروزی انقلاب در برابر مواضع امام و فرامین امام. 7. سازمان مجاهدین و مسئله افغانستان. 8. سازمان مجاهدین و مسئله کردستان. 9. روابط سازمان مجاهدین با گروه های چپ. 10. مسئله تولا و تبرا. 11. مسئله ارتجاع. 12. خدمات سازمان مجاهدین بعد از انقلاب، اگر خدماتی داشتند. 13. مسئله سازش مجاهدین و مسئله ارتش. 14. سازمان مجاهدین و مسئله ولایت فقیه. 15. سازمان مجاهدین و ایجاد شکاف و اختلافاتی که تاکنون توسط این سازمان انجام گرفته است. بنده آماده مناظره هستم با مسعود رجوی در هر زمان و در هر مکان، به خصوص در مناظره تلویزیونی. به دلیل اینکه این مسائل 15 گانه مسائلی است که باید برای ملتمان واضح و روشن گردد. حالا چرا آقایان مجاهدین از مناظره فرار می کنند؟ اما برادران و خواهران، تا کی سازمان مجاهدین می تواند از مناظره تفره رود؟ چند نوبت، چند بار، تا چند ماه می تواند با این برنامه ادامه راه بدهد و تلاش خودش را ادامه دهد؟ مسلماً مقاومت اینها برای همیشه نخواهد بود، نمی توانند هم مقاومت کنند. روحانی در ادامه بحث در خصوص تلاش مجاهدین برای تحریف اسلام و تبدیل آن به اسلام مادی می گوید: کتابی هست به نام رهنمودهای شیوه تحلیل سیاسی، مال سازمان مجاهدین خلق، و این کتاب باز در بهار 58 چاپ شده. در صفحه 9 این کتاب این چنین می خوانیم. عنوان بحث می گوید: شناخت یک پدیده سیاسی. 1. پدیده سیاسی را بایستی به صورت یک جریان سیاسی مطالعه کرد، یعنی توجه به این که اصل دیالکتیک حرکت و تغییر در روند شناخت و تجربه ها رعایت شود. بعد در پاورقی می گوید: این پاورقیش مهم است به دلیل اینکه متنش مربوط است به شناخت در پدیده های سیاسی. این اصول دیالکتیک عام است. میگوید در صحنه کل پدیده‌های مادی اگر بخواهیم یک بینش علمی داشته باشیم، از زاویه درست با آنها برخورد کنیم، بایستی اصول دیالکتیک را بپذیریم. شما ببینید تصریح دارد، میگوید اگر ما بخواهیم شناختی از کل پدیده‌های عالم داشته باشیم، لازم است اصول دیالکتیک را بشناسیم و با این زاویه به شناخت عالم بپردازیم. البته شماره های بعدی هم باز اصول بعدی را روشن می کند. مثلا در شماره 2 می گوید: بایستی توجه داشت که یک پدیده را اساسا نمی توان بدور از شرایط خارجی مطالعه کرد. شرایط خارجی در روند حرکت آن تأثیر می گذارد و خود روی شرایط خارجی هم اثر دارد. پس اصل اول اصل حرکت، اصل دوم تأثیر متقابل. بعد به اصل متقابل میرسد، میگوید بایستی توجه داشته باشیم که حرکت و تغییر هر پدیده بر مبنای تضادهای درونی آن صورت میگیرد. اصل چهارم میگوید باید توجه داشته باشیم که اصل چهارم دیالکتیک به ما میآموزد که هر پدیده بعد از گذشتن از مراحل تغییرات کمی، نهایتاً برای پیدا کردن صورت جدید احتیاج به جهش دارد. شما مگر نمیگویید این اصول دیالکتیک اصول عام و جهان شمول است؟
شما مگر نمیگویید هر چیزی در شکم خودش ضد خودش را پرورش میدهد و با ضد با هم می جنگند و دعوا می کنند و سنتز درست می شود، مگر این زیربنای دیالکتیک نیست؟ خب، نسبت به خود دیالکتیک چه می گویید؟ خود اصل دیالکتیک هم طبق قانون باید در شکم خودش ضد خودش را پرورش دهد و با هم شاخ به شاخ شوند و اصولی درست بشود که نه اصول دیالکتیک باشد، بلکه یک چیز سومی باشد. و شما لطفاً جواب این را برای ما بیاورید. سؤال دیگر این که شما در تضاد میگویید هرچه هست در درون هست، چیزی از بیرون نباید بیاید. حرکت همیشه عواملش در درون هست. دو ضد همیشه در شکم یک چیز هستند. در بیرون این دو با هم می جنگند. خب، شما با قانون تأثیرات متقابل چه می کنید؟ شما در تأثیرات متقابل قبول می کنید که عوامل خارجی در آنها اثر می گذارد و اینها هم در عوامل خارجی اثر می گذارند. خب، آنچه شما در تضاد می گویید در تأثیرات متقابل چطور یادتان می رود و فراموش می کنید؟ آخوند روحانی در ادامه بحث با غیظ فراوان به مغلطه کاری در مورد مصاحبه رجوی با لوموند در همان ایام پرداخته و در مورد مبارزه همزمان در دو جبهه بر ضد آمریکا و شوروی که خمینی آن را موعظه می کرد و توسط رجوی به سخره کشیده شده بود می گوید: خیر جناب رجوی، ما این را در انقلابمان ثابت کردیم که در برابر شوروی و آمریکا هر دو ایستاده ایم. روزنامه کار 13 فروردین می گوید شعار نه شرقی نه غربی بی محتواترین شعار است. می دانید یعنی چه؟ یعنی 36 میلیون جمعیت غلط کرده و نفهمیده و فقط جناب رجوی فهمیده است که البته طرفدار خلق هم هستند. مراسم اهدای دکترای پوشالی به شیخ حسن فریدون در انگلیس به توصیه جک استرا. حسن فریدون for a thesis entitled The Flexibility of Sharia Islamic Law with Reference to the Iranian Experience. Yeah.